خب معاذرین عزیز، جلسه 12 ما و شما در ادامه به خود بحث جلسه قبلی بوده که ما در رابطه به بیشتر در رابطه به امراض حیوانی و صحت انسانی صحبت های کردیم و یک سلسله معلومات کلی در رابطه به نوعیت و اصطلاح طریقه سرایت و نوع به اصطلاح خود میکروب ها یا نوع میکروب مجموع برای شما معرفی کردیم. در این بحث ما شما امراض عمده حیوان که قابل سرایت به انسان هست چی نوع امراضی است؟ یک سلسله امراضی است که از انسان سرایت کرده و بالاخره صحت عمر میتونه متضرر بسازه. کی امراض میتونه بسیار خطرناک و مدهش و حتی باعث مرگ اکثریت به اصطلاح جامعه ما و شما بشن. بنابراین تداوی کنترل جلوگیری از شیوع امراض حیوانی رول مهمی در قسمت صحت و سلامتی انسان هم میتونه ایفای وظیفه داشته باشه. عامل امراض سری یا خود مایکروارگانیسم هایی که تولید کننده مرض مثل ویروس ها، باکتری ها، پروتوز ها، قارچ ها که پیشتر برای شما گفتم، اینا یک سلسله امراض رو وجود میاره و درباره از اینا یک سلسله معلومات باید ارائه بکنم. ما به صورت کل امراض رو چند بخش تقسیم کردیم. اول امراض ویروسی که از حیوان به انسان اینا چی میکنه سرایت پیدا میکنه، مرض امراض ویروسی اولی مرض سگ دیوانه یا رابیز که میگیم. مرض سگ دیوانه یک مرض سری حاد ایوانی پستاندار بوده که توسط ویروس قابل فلتر، که ایواناتی است که از فلتر ویروسی است که از فلتر عبور میکنه به وجود میآید و اوصاف و مشخصه مرض عبارت از مختل شدن سیستم عصبی، در نهایت حتی باعث دیوانگی و فلج شدن، حتی باعث مرگ خود حیوان هم میتونه باشه. انالی ای به خود سگ به وجود میاره که برای انسان هم میتونه باشه. عامل مرض از این سگ دیوانه ویروسی که به دو نوع تقسیم میشن، یکی از جمله ویروس های کوچه‌ایه که به نام استریت ویروس میگن که این در ای اواخر تجدید و شناخته شده است که دوره مخفی ویروس ها از هم دیگر میتونه متفاوت میتونه باشه. و نوع دوم ویروسی که به نام ویروس های تثبیت شده یا فکس ویروس میگن، این عبارت از ویروس هایی که حیوانات توافق حاصل کرده به اصطلاح مختلف میتونه یا مخفی میتونه باشه. این دوره به اصطلاح دوره مخفی معین و کوتاهه که دوره 4 تا 6 روز میباشه که این نوع ویروس ها غدوات لاویر مورد حمله بیشتر قرار نمیده. و علائم مرض دوره مخفی اینال ایوان کلن تمام امراض در بدن میتونه یک دوره مخفی داشته باشه که این دوره مخفی در این دوره اصلا فهمیده نمیشه که حیوان مریض هست یا نیه. مثل که هم حال ما و شما به این مرض بسیار خطرناک ویروس به اصطلاح کرونا گرفتار شدیم، دوره مخفی از این میگن تا 14 روزه، یعنی تا 14 روز هیچ نوع اثر برای انسان معلوم نمیشه و بعد از 14 روز معلوم میشه که انسان میتونه مریضی اس بکنه. که این دوره به نام دوره مخفی میگن. دوره مخفی مرض سگ دیوانه هم 3 الی 6 هفته هست. و علائم مرض در مراحل مختلف تقسیم میشه که چی علائم به وجود میآیه. الف علائمی که وجود میآیه کسالت، افسردگی در سیمای حیوان به مشاهده میرسه. حیوان به صورت غیر معلوم، البته ما زیادتر خود اول سگ مورد مطالعه قرار میدیم که او را از بین ببرن که برای انسان سرایت نکنه، باز بعدا میگیم که برای انسان چی مشکلات به وجود میاره که شما میفهمین که چی مشکلات به وجود میاره. کسالت، افسردگی در خود سیمای حیوان به وجود میآیه. حیوان به صورت غیر معمول ناراحت و آرام به نظر می خورد. دیگه نقطه، سگ به هر طرف سرگردان و اشخاص آشنا از بیشتر کلن حالت ترس داره، دوری می جویه. حیوان هیجانی میشه و بدون توقف حرکت میکنه و هر چیزی که به مسیر قرار داره حمله میکنه چون از ترسی که او داره. اینها نقطه دیگه، حیوان فلج شده و بالاخره به زودی می میره. علائم مرض در پیشک مشابه به علائم مرض سگ دیوانه که در پیشک ها هم هستن، اما در پیشک ها برعکس هر طرف سرگردان نمیشن و اینا به یک طرف میمونن. اینال دوره مخفی این مرض در گو 2 تا 10 هفته هست. علائم زیر در گو ها نشان میده که از مرض سگ دیوانه به گو انتقال میکنه چیه؟ ناراحتی، عصبانیت، حمله بالای اشیای ماهو، جرشیدن لعاب دم، لرزش انقباض عضلات ها، عضلات حرکت میکنه یا منقبض منبسط میشه، عدم توانایی در نشخار، حیوان نشخار نمیکنه، بالاخره فلج و تلف شدن حیوان میشه. دوره مخفی در گوسفند 2 تا 4 هفته هست. و علائمی که به وجود میاد چیه؟ یک، علائم این مرض در گوسفند و بز تقریبا مشابه هم دیگر هست، چون حیوانات از نظر اندام های داخلی خود اینا مشابه هست. عصبانیت کمتر به وقوع میپیاد، حیوان پاها خود به زمین میزنه،
دیگه در حالت پیشرفته فرد میشه و بالاخره میمیره. الان میایم سر تداوی مرض. تداوی مرض چی رقم میشه؟ حیوان کدام تداوی موثر در مرض سگ دیوانه به ثبوت نرسیده، اما واکسینه از وجود داره. وقایه مروجترین واکسین جهت وقایه حیوانات آلی به اصطلاح مقابل مرض سگ دیوانه در بعضی کشورهای جهان استعمال میگردد. عبارت از واکسین است و یا واکسین میتونه ساده باشه که واکسین سگ دیوانه هم میگه. این نوع واکسین از نسج دفاعی گوسفند، بز و یا خرگوش که ذریع به اصطلاح سیترین تثبیت شده، ویروس های مریضی ساخته شده و تهیه میگردد. در حقیقت خودم اون واکسین به اصطلاح نوع میکروب نیمه مرده یا نیمه کشنده یا نیمه مرده هست که از وارد بدن حیوان میکنند و حیوان وقت در مقابل از یک آلت دفاعی خود میگیره، یعنی معلوم میشه که در مقابل به اصطلاح بعدی هم اگر به شکل طبیعی هم به وجود بیاید بتونه مقابله کنه و آنتی بادی بدن در مقابل از او فعال بکنه. و این نوع واکسین از نسل جفایی گفتم که تطبیق واکسین مذکور در صورتی که دسترسی تایه تثبیت شده باشد حیوان را برای مدت معافیت میده. چون مرض سگ دیوانه در انسان و حیوانات به خصوص در مناطق مثل افغانستان توسط سگای دیوانه ولگرده که 24 ساعت داخل جاده ها میگردن، اینا شیوع میکنه و از اونی جهید که کنترل مرض مذکور در سگ ها از اهمیت بسیار زیاده که میبینین شما سالانه اینا خیلی کوشش میکنن که سگای ولگرد یا سگای خیابانی به هر شکلی هست اینا از بین ببرن، که امسال یک چی بسیار خوب، یک پلان بسیار خوبی، نمیفهمم که چرا تا با آخر این پلان چی نیافت که خود پانزه ویترنری فاکلته زراعت فاکلته به پانتون هرات یک سلسله کارهای در رابطه به این کرده بود که خود جنس مؤنث یا همون به اصطلاح جنس مؤنث سگ‌ها اینا همون تخمدان از اینا بیرون میکرد، عمل میکرد که اینا پس دوباره چی نشن، باعث تولید چوچه زیاد نشن و حداقل اینایی که هستن در داخل بازار آهسته آهسته اینا جمع بشن. ارتباط با مسئله دیگه که ما و شما زیاد داریم خود ارتباط مرض با ساعت عمل، که چی ارتباط با مرض با ساعت عمل داریم. محو نمودن سگ دیوانه که ما و شما بسیار مهم و عمده یک کمک عمده وترنری با ساعت عمل به شما میره، که اینم تو بیشتر به شما گفتم که به این شکل میتونه ارتباط مرض رو گم کنه. بسیاری از واقعیت ناشی از چک زدن یا نمود جویدن خود سگ به وقوع میپیونده که ویروس مذکور انسان ها رو به صحت سالم بی بهره میسازه، که این بسیار میتونه مضر باشه. پاک و داغ نمودن زخم همراه با تطبیق واکسن بهترین راه و یا پسندیدترین راه برای انسان ها و حیوانات دیگری که از این چی میتونه باشه. مرض دیگه که ویروسی ما و شما داریم به نام فوت اند ماوت دیزیز، این به نام مرض قسمت آبله دهن و پاها هم میگن، که به نام مرض طبق هم یاد میشه. تعریف مرض طبق یک مرض حاد تبدار فوق‌العاده سری حیوانات دوناخونا یا دوشنگولا که ما و شما میگیم، که مثل بز، گوسفند، دیگه بعضی از حیوانات دیگه گاو، اینا از جمله اصطلاح کوشک خواه از اینا میگن، دیتایی یا دوشنگولا میگن، اینا با همون خاطر اصطلاح اینا مرض سری دوناخونا ها یا جفسمون میگن، ببخشن دوشنگولا نه بلکه جفسون. ما تاکسون داره مثل اسپوری، اسپور تاکسون هن. اما گوسفند اینا که شما میبینید دو تا جورسون داره، اینا به نام جفسون ها یاد میگن، که سری حیوانات دو ناخونه بده و توسط ویروس قابل فلتر، این مثل دو که پیشتر گفتم به همون شکل اینا ویروس های قابل فلتره. تولید آبله های تخریش کننده که پیشتر برای شما گفتم در قشای مخاطی جلد بالای سم و ناحیه بین انگشتان و یا ناخون های حیوانات میتونه باشه و بعضی وقتا در دهن هم دیده میشه، و این مرض طبق از نظر اقتصادی یا از نظر خود سطح کشوری بسیار عایز اهمیت و بسیار هم میتونه خطرناک باشه و خصوص در قسمت تولیدات حیوانی میتونه بسیار مضر تمام بشه. انتشار و فیصدی مساویت این مرض بین حیوانات به خصوص حیوانات گوناگون خیلی زیاده، از یک حیوان به حیوان دیگه، از گاو به گوسفند، از گوسفند به دیگه، و اینا خیلی میتونه چی باشه. مساویت این مرض بین حیوانات به خصوص حیوانات گوناگون خیلی زیاده و تولید حیوانات خیلی میتونه کاهش بده. عامل مرض ویروس قابل فلتره، یعنی فلتر میشه، و تا حال 7 قسم از ویروس شناخته شده که تیپ O داره، تیپ A داره، تیپ C داره
و تیپ آی داره و یک تیپ اس ای داره که در افغانستان بسیار زیاد عمومیت داره. ویروس هایی که در اینجا وجود داره یک سلسله دارای تیزاب هسته‌ای بوده و دو گروه ویروس که پی کورونا که به دو ویروس و گروه ویروس پی کورونا هم میتونه تعلق پیدا بکنه. علائم این مرض این هم دوره مخفی داره که تقریبا 2 تا 7 روز دوره مخفی از این و حرارت بدن اندکی بلند رفته و حیوان بیشتر میشه و احساس تشنگی هم میکنه حیوان. بالای قشای مخاطی بدن، مخاط بدن مثل دور لبها، زبان، آبله ها، قشایی که مخاطی دارن یا مخاط دارن روی از اینا انکشاف مثل آبله، مثل ما و شما که تبخال اینا که میشیم، او تقریبا خطرناکتر میتونه باشه. معمولا دراز شکل میباشه و آبله ها کفیده و تخریش درد میکنه و در نتیجه به اصطلاح پارچه های بزرگ غشای بشری و اعضای مذکور جدا میشن و بسیار خطرناک میتونه باشه. دوره مخفی مریضی بدون مصاب شدن به انسان و انسان دیگر و معمولا 2 تا 3 هفته دوام کرده و حیوان لاغر میگیره. ادامه از دست دادن وزن جسم در نتیجه سبب سبت جنین و مرض قند هم میتونه بشه که اینها میتونه بسیار خطرناک تمام بشه. اما میایم تداوی مرض. این مرض غذاهای ملایم و خوشمزه برای حیوان تهیه میشه به خاطر از اینکه دور دهن از آبله شده و هر غذا ای خورده نمیتونه. دهن و پای حیوان مریض کلا باید کاملا ضد عفونی و شسته شه، به خصوص به بیتادین و بعضی از چیزهای ضد مکروبا. اینها بروز عفونت های ثانوی جلوگیری به عمل بیه که این آبله باعث عفونت های بعدی در جلد از نشه، به خصوص حیواناتی که در روی زمین را میرن. اینها دیگه واقعات حاد تداوی مرض مذکور به وسیله مواد کیمیایی به اثبات نرسیده که تا حالا کدام مواد کیمیایی خواستن. اما واقعی از این در کشورهایی که مرض طبق آنزوتیک دارن، یعنی شکل کامل زیاد نمیتونه باشه، این کنترل یا جلوگیری مرض به وسیله معافیت دادن حیوان میتونه. مقابل تیپ های مرض که چند تیپ رو شما پیشتر گفتم، اینها میتونه صورت بگیره. خب جهت وقایع حیوانات از واکسین غیر فعال که در دسترس ویروس های محلی به دست آمده استفاده میکرده که اینا خوشبختانه واکسن داره و از واکسن طبق استفاده میکنن و واکسن خود نیمه مرده ویروس وارد بدن حیوانات دیگر انسان ها میکنه در جایی که زیاد شیوع داره. کوشش زیاد باید به عمل آورد که واکسن ضعیف شده و از ویروس های طبق به دست آید که این واکسن از اون که ضعیف شده مرحله به مرحله ضعیف میکنن و بالاخره برای واکسن برای طبق وجود میاد. چارجویی دیگران، واکسن حیوانات به شکل حلقوی میباشد و در اطراف نایه مریضی مذکور قرار دارد که این یکی از بسیار نقاط بسیار مهم و عمده دارد. اما میایم سر ارتباط مرض با صحت عامه. این هم امراض ویروسیه که برای شما بگم. انسان به اندازه به مقابه یا در مسابه به مرض طبق اساسیت داره و ببخشید که اونجا یک اشتباه در مقابله و مرض طبق مقابله یک لام یادم رفته یا در مقابله به مرض حساسیت داشته و مرض مذکور ذریع نوشیدن شیر حیوانات مصاب، تماس مستقیم با حیوانات مصاب و بعضی اشیاء دیگه که ملوث می‌سازه انسان این انتقال پیدا می‌کنه. اما علائم این مرض در انسان‌ها تولید آبله‌ها در اطراف دهن می‌تونه باشه، اون تبخال که می‌گیم شکل تبخال بریه، سردردی‌ها، دلبدی‌ها، التهاب معده، عرق‌ها، به خصوص در اطفال حتی باعث مرگ میتونه بشه. و بالاخره مرض سوم ویروسی که چیچک نام داره یا به نام پوکس هم یاد میکنن، این میتونه بگه که در اصطلاح چیچک یک تعداد امراض خاص حاد تبدار و بالاخره نهایت انتنی یا میتونه چی باشه که توسط ویروس ها به وجود میه و دارای یک دوره مشخص مریضی میتونه باشه. اینا تولید آبله ها رو به وجود میاره و دانه های چرکدار رو به وجود میاره و به خصوص اینا روی جلد ها زیادتر انکشاف پیدا میکنه و داغ از صفحات مشخصه این مرض میتونه باشه که داغ های به وجود میاره و همچنین زخم های خاص در کدام قسمت، در لاخ پستان. اگر شما شنیده باشین نوک پستان ها اینا رو مشاهده میتونه برسه که باعث التهاب پستان هم میتونه باشه. عامل مرض یک چیچک، یک ویروس قابل فیلتره که هم از فیلتر بیرون میشه و ببخشید قابل فیلتر که فیلترایزیشن میشه و جسامت از 150 میلی مایکرونه و این ویروس در اجرات زنده تکثیر میکنه و علاوه بالای سطح نسج، مغز و خصیه ها نطفه به اصطلاح خود مرغ کشت میشه و زندگی میکنه که اینا جاهایی که در این
مناطق بسیار مهم و عمده ای که در اون مناطق میتونه زندگی بکنه. اما نقطه دیگه که علائم مرضه، این هم میتونه دوره مخفی داشته باشه. دوره مخفی این مرض 4 تا 7 روز در بر میگیره. خود پستان ایوان یک سلسله داغ به وجود میاره، پوندیدگی و حساسیت به وجود میاره که حساسیت برانگیزه. همچنان در حیوانات نر زخم های مشابه در اطراف کیسه خصیتین به وجود میاره که در کیسه خصیتین یک سلسله زخم به وجود میاره، اینها به وجود میاره. اما میایم سر تداوی از این، با توجه و مراعات کردن خود نظافت، وقت به خصوص وقت شیردوشی که ای ما پستان ها کاملا بشوریم و به اصطلاح یک سلسله استعمال روغن های نرم کننده به خاطر ملایم ساختن زخم ها، آیست آیست دوشیدن شیر، استعمال مواد ضد عفونی خود به خصوص بیتادین و بعضی مواد ضد عفونی کننده که خفیف باشه، بسیار زیاد قوی نباشن که جلد را از بین ببره، به خاطر جلوگیری از مرض انتشار از این میتونه به حیوانات دیگه جلوگیری بشه و حتی با خود حیوان هم میتونه از انتشار از جلو، به خاطر که اگر جلوگیری از این سطح به اصطلاح زخم انتشار از جلوگیری نشه، آیست آیست پیشروی میکنه و تمام قسمت های پستان حیوان میتونه به خصوص حیوان مؤنث در گاوها میتونه بگیره که چیچک گاو. و همچنان تجرید خود گاوهای مریض یا جدا شدن گاوهای مریض از یک از گوهای سالم به خاطر از اینکه انتقال پیدا نکنه، این بسیار مهم. و با کار گماشتن گوهای دوشان یا علیده ساختن از اینا که کلا از یک جا به جای دیگه اینا کلا به یک منطقه جداگانه ببره، زدافنی کردن خود طویله ها و بخصوص اینا همه برمیگرده سر افس صحیح به استاد مراعات کردن افس صحیح طویله یا جایی که حیوانات در اونجا میتونه چی بکنه زندگی بکنه. اما میایم سر وقایع از مرض. وقایع خود مرض در قسمت تولید معافیت، استفاده از معتریات آبله های حیوانات مریض و ضرب نمودن آن امکان پذیر میتونه باشه. این وقایع مرض میتونه باشه. در مورد همون افسوسایی که به شما گفتم، جدا نگه داشتن خود حیوانات تازه تا وقتی که حیوان کاملا سالم میشه، همچنان به کار بردن تولید های صحیح غرض تولید شیر سالم های اهمیت میتونه باشه. بخاطر از اینکه ما اگر خواسته باشیم که ما تولیدات شیر داشته باشیم، باید این حیوانات کلا از حیوانات به اصطلاح سالم جدا بکنیم و اینها به یک منطقه جداگانه در یک محیط جداگانه که کلا از ملوث شدن از حیوان به حیوان دیگه کلا جلوگیری شه. حتی کسانی که در اینجا کار میکنن باید کلا وقت لباس اون در اون فرم اینا به حیوانات به اصطلاح مرض که مریض اینا دچار کلا همه ضد عفونی شن بیاین به این فرم دیگه، یا کسانی که به این فرم کار میکنن اصلا به این فرم که حیوانات سالم اصلا به اینا کار نکنه. اینها میتونه از جمله جلوگیری یا وقایع مرض میتونه باشه. اما ارتباط از با سرایت عامه این مرض به آسانی به انسان ها سرایت میکنه. بر علاوه امراض مدهش فوق ذکر یک تعداد زیاد امراض ملحک دیگره که منشأ ویروسی دارن، اینها به انسان ها میتونه سرایت کنه، مثل مرض میگی، تب زرد یا یلو فلاور میگن و اینا یک سلسله امراض دیگه هستن که اینها شیوع پیدا میکنه. خب ما این چند نقطه بسیار مهم و عمده بود در قسمت به اصطلاح خود امراض ویروسی. باز که ما در جلسات بعد انشالله امراض دیگه برای شما معرفی میکنیم. تا جلسه بعد خداوند یار و مددگار شما، شاد و موفق باشین. خداوند شما را از گزند بلاها و دور داشته باشین. خدا حافظ.